داستان عروسک بلور یکی بود، یکی نه یه مردی بود تاجر این تاجر اولاد نداشت یه وقتی این سفر تجارت به فرنگ کرد اونجا توی مغازه ها که گردش میکرد دید یه آدمک اینجا ساختند از بلور این هم میشینه، هم پا میشه هم قرقره زیر پاش گذاشتند که راه میره فقط یه آدمی هست که زبون نداره. تاجر گفت من که اولاد ندارم. خوب اینو بخرم و چه اولاد ببرم برای زنم سوقاتی. خرید. صد تومن داد اینو خرید. جنس تجارت که خریده بود اینم روی اونها گذاشت توی صندوق و آورد. وقتی که آمد به زنش گفت بیا برات یه دختر آوردم. وقتی که زن آمد نگاه کرد و گفت این دختر رو از کجا آوردی؟ گفت صد تومن برات مایه گذاشتم خریدم گفت خیلی خوب منم باید اتاق اینو مجزا کنم روزی یه دفعه برم پهلوش شوهر بهش گفت خوب این اتاقی که سردر کوچه است اینجا رو براش درست کن که ما هم هر وقت میریم بالا یه صفایی داشته باشه زن قبول کرد رفت اتاق رو جارو کرد و فرش کرد و هر چه که لازم اتاق بود توش گذاشت دختر بلور رو روی مبل دم پنجری کوچه نشوند هر از دم کوچه رد میشد به خیالش که یه آدم اینجا نشسته هر کس که از این دم رد میشد اگه مرد بود عاشق این میشد. دیگه نمیدونست که این بلوره. شهرت گرفت دختر این تاجر که این تاجر یه دختری داره که در کره لنگه نداره. این شهرت به گوش پسر پادشاه رسید. پسر وزیر بهش حالی کرده بود که یه دختری من فلانجا دیدم که لنگه نداره. پسر پادشاه نشونی گرفت که بره ببینه. پسر وزیر نشونی خونهی تاجر رو بهش داد. پسر پادشاه به اسم شکار از پدرش اجازه گرفت رفت به شکار. برگشتن از شکار زود برگشت. از نشونی که پسر وزیر داده بود از راه خونهی تاجر برگشت. دختر مصنوعی دم در نشسته. پسر پادشاه یه دل نصد دل عاشق این شد. انگشتر از دستش در انداخت برای دختر. از اونجایی که غذا باید کار بکنه، انگشتر آمد صاف به دست دختر. پسر انگشتر رو انداخت و رفت. آمد به منزل خودش رسید. دیگه شب خوابش نمیبره. تا صبح برای خودش ابیات عشق میخونه. سوختم و ساختم تا ردش عشق تو آموختم. خام بودم پخته شدم سوختم تو در منزل خودت راحت نشستی من از عشق تو سوختم پسر مریض شد هرچه دکتر میارن دوا میدن روز به روز مرض شدت میکنه یه نفر از اعضای درباری گفت به پادشاه قربان من چشم این پسر رو عاشق میبینم این مریض نیست مرض عشق داره شاه گفت بپرس ببین کیو دوست داره من براش حاضر میکنم دختر شاه هم اگر باشه براش میگیرم اگه به رضایت نشد به جنگ میگیرم من یه دونه پسر بیشتر ندارم آمدند و وزیر دست چپ رو انداختن زیر پای پسر آمد به بهانه احوال پرسی کم کم سر حرف آشنایی رو در آورد گفت که ای فرزند من تو رو مریض نمی بینم خدا نکنه مریض باشی ما هم جوان بودیم همین جور بودیم. ما هم مبتلا شدیم به این دردها. ما هم جوان بودیم. خبر داریم از این چیزها. ما هم عاشق شدیم، گرفتار شدیم. برای ما سخت بود یه اندازه به مقصود رسیدن. اما شما شاهزاده، پسر سلطانید. شما چرا قصه بخورید؟ فکر بکنید از مشرق تا مغرب دختر کدوم سلطانی رو برای تو بخوان که به تو ندن؟ تو چرا قصه بخوری؟ ناخوش بشی که گوشتت کاهیده بشه؟ رنگت زرد بشه؟ تو راز تو به من بگو من برای تو هر چه باشه مهیا میکنم. کنم پسر دست انداخت من وزیر رو گرفت گفت ای وزیر چی میگی؟ نه من تنها مبتلا هستم هزارون هزار مثل من مبتلا هستند وزیر گفت شما چه کار داری؟ به من بگو دختر کیه خونش کجاست؟ پسر نشونی داد. فوری وزیر از جا بلند شد گفت رفتم که برات درست کنم. قصه نخور فکرم نکن. پسر گفت تو رفتی به درست کردن. منم از بستر ناخوشی پا شدم. وزیر آمد خدمت شاه عرض کرد. بله قربان پسر مبتلاست. شاه گفت بسیار خوب. نپرسیدی ازش دختر کیو میخواد؟ گفت چرا قربان پرسیدم؟ با تاجر میخواد وصلت کنه. شاه گفت بسیار خوب. همین امروز برید به خاستگاری. وزیر آمد خونه به زنش گفت زنش و با خواهر خودش فرستاد خاستگاری. زن تاجر که اینها رو دید به خاستگاری اومدن گفت افسوس که من اولاد ندارم. اگر نه چه بهتر از این که من افتخار دارم دامادم پسر سلطان باشه. خدا به ما اولاد کرامت نکرده. اینها پا شدند آمدند به شاه عرض کردند. اینها میگن ما اصلا اولاد نداریم. خدا به ما نداده. وزیر رفت پهلوی پسر. گفت فرزند این تاجر که تو میگی اصلا اولاد نداره. گفت پدر دروغ میگه به اون نشونی که من انگشترم و انداختم اون گرفت و دستش کرد. این هر که خاستگاری میره میگه من اولاد ندارم. همینجور مردم رو جواب میکنه. اما دروغ میگه. من چطور انگشتر رو انداختم دختر ورداش دستش کرد. وزیر گفت. بسیار خوب. من میرم درستش میکنم. تو حالا قصه نخور. اگه به رضایت نشد به زور میگیریم. وزیر آمد رفت در دکون تاجر. گفت آقای تاجر باشی؟ تاجر گفت بله قربان. گفت ما از اون کسایی نیستیم که تا شما بگید من اولاد ندارم ما ردشیم بریم. به این نشونی که دختر شما دم در نشسته بوده پسر که رد میشه انگشترشو میندازه دختر بر میداره دستش میکنه. تاجر میمونه فکری میکنه بلکه از گم و خیشای زن دم پنجره بوده این پسر دیده. به وزیر گفت صبر کنید من از منزل بپرسم تحقیق کنم. وزیر گفت اینقدر بدون که انگشتر پسر شاه دست هر کی باشه اون مال پسر است. تاجر گفت بسیار خوب. آمد خونه. تاجر به زنش گفت از فامیل قوم و خیش کسی رفته بالا؟ زنش گفت نه. گفت کلیدو بده من برم ببینم. رفت در بالا خونه رو وا کرد. رفت تو دید که انگشتر پسر شاه دست این دختر بلوره. آمد پایین به زنش گفت بدبختی اینجا به ما رو کرده. زنش گفت تقصیر توست. اون روز که کرسیشو گذاشتی اونجا دم در نگفتم اونجا نزار. تاجر گفت چاره ای نداری هیچ علاجی ندارم مگه اینکه همینو بدم بردارن ببرن فردا وزیر آمد در دکون تاجر جواب بگیره تاجر آمد گفت که والله این دختری که انگشتر در دستشه مجسمه است نه زبون داره که حرف بزنه نه گوش داره که بشنوه وزیر گفت تو چه کار داری با این عیوباتی که تو میگی داره؟ پسر شاه میخوادش. گفت بسیار خوب قرار مدار بذاریم. بله بری کردند. دختر خواهر زن تاجر خیلی وجیهه بود. جلوی مردم برای عقد اون رو آوردن نشوندند. موقع شب عروسی که خواستن عروس رو ببرند این دختر رو با اون مجسمه زن تاجر با خود تاجر اینها همه شدند ینگه عروس تا رفتند وارد خونه شاه شدند. تاجر به وزیر گفت این اتاقی که ما هستیم هیچ کس باید نیاد اینجا تا وقتی که خود پسر شاه بیاد. من اگه میخواستم دخترم و شوهر بدم هزار و نه هزار میخواستندش. من حاضر نیستم دخترم و کسی ببینه. رفتن به شاه گفتند این نمیذاره عروس رو بیارن کسی ببینه. شاه گفت خب نزاره دامادو بدین دستش برداره ببره تو اتاق. دست پسر شاه رو گرفتند وزیر آورد تو اتاق به دست تاجر سپرد گفت تو خودت دست به دست بده. تاجر دست پسر شاه رو گرفت و اوورد توی اتاق گفت فرزند برای این که ما هم میون مردم خفت نکشیم این ایال توست. این همون دختری است که انگشتر دستش کرده و از اون جایی که کار خدا باید جور بیاد پسر که چشمش به اون دختر افتاد خوشش آمد محبت پیدا کرد گفت باشه من قبول دارم یه مدتی دختر تو بوده یه مدت هم نامزد من باشه تاجر پرسید حالا اگه مردم ازت پرسیدن که زن تو کدومه تو چی میگی؟ گفت میگم این زنمه اینم عروسک زنمه. دختر یعنی خواهر زن تاجه. شد زن پسر شاه. اون مجسمم عروسکش شد.